دونالد ترامپ هنوز هم یک چهره برتر در میان کاندیدان جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده به شمار می رود. و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که به خاطر موقف گیریش در برابر دهشت افغانی نسبت به هر رقیب دیگرش حمایت بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه را با خود دارد. انتخابات دیگر در مورد خوب بودن نیست. این انتخابات در مورد مهارت، زیرکی و جدیت است. زیرا اگر این گونه نباشد، کشور ما از بین می رود. در آخرین مناظره جمهوری خواهان، از جب بوش رقیب آقای ترامپ سوال شد که آیا دونالد ترامپ برای رهبری آماده است یا خیر؟ اگر من رئیس جمهور شدم، من سرقومندان علا خواهم بود، نه سرقومندان آشوبگرایی و یا تقسیمگرا. و من این کشور را طوری رهبری خواهم کرد تا امنیت و مسئولیت بیشتر را فراهم کنم. تحلیلگران میگویند که توجه روی امنیت می تواند با کاندیدان دارای سابقه حزبی چون جب بوش کمک کند، اما اضافه می کنند که نتیجه این گونه نیست. سیاست خارجی و یا توجه روی دفاع و امنیت ملی می تواند با کاندیدان دارای تجربه در سیاست خارجی و موضوعات امنیت ملی کمک کند، اما یافته های ابتدایی نشان می دهد که این مسائل با کاندیدان پرسر و صدا و زورگو که دونالد ترامپ می باشد کمک کرده است. تأکید روی امنیت ممکن با هیلری کلینتون کاندید دموکرات نیز کمک کرده باشد تا از رقیبش برنی سندرز پیشی گیرد. خانم کلینتون خواهان شدت بخشیدن حملات نظامی در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد، اما خط مشی شماری از کاندیدان جمهوری خواه را در مورد تحت سوال قرار می دهد. وعده در مورد بمباردمان یکسره به این معنا نیست که شما قوی هستید، بلکه این کار به این معناست که شما توان حل مشکل را ندارید. در آخرین مناظره تلویزیونی دموکراتان، برنی سندرز تهدید متوجه از سوی گروه داعش را خاطر نشان ساخت، اما در مورد تکرار اشتباهات گذشته نیز هشدار داد. ایالات متحده باید رهبری را بر عهده گیرد، اما این کشور پلیس جهان نیست و نباید در جنگ خاتمه ناپذیر شرقی میانه دخیل شود. توجه روی دهشت افغانی و امنیت می تواند با خانم کلینتون در میان کاندیدان دموکرات کمک کند، اما تحلیلگران به این باورند که در انتخابات عمومی او ضرورت دارد تا خود را از رئیس جمهور اوباما مجزا بسازد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.